درود بر شما. علی جوانمردی هستم، میزبان شما در افق چهارشنبه شب صدای آمریکا. امشب کوروش‌نامه اثر گزنفون، تاریخ نگار یونان باستان، کتاب بالینی توماس جفرسون از رهبران اولیه انقلاب آمریکا، نویسنده اعلامیه استقلال و سومین رئیس جمهوری این کشور بود. توماس جفرسون شیفته اقدامات آزادی خواهانه کوروش کبیر در حوزه پاسداش باورها و مذاهب اقوام گوناگون جهان بود. سال هاست که مردم ایران روز هفتم آبان را روز کوروش کبیر نامگذاری کرده و در این روز برای سپاسگزاری از تلاش های بشر دوستانه او در پاسارگاد گرد هم می آیند تا به فرمان روایی ادای احترام کنند که حتی به اعتراف دشمنان دیرینش یعنی یونانیان همه اقتدار و بزرگی خود را وقف رعایت حقوق اقوام و مردم جهان در روزگار خیش کرده بود. اینکه هفتم آبان یا 29 اکتبر، دو روز دیگر، روز فتح بابل و آزادی یهودیان و دیگر اقوام از اسارت دولت خودکامه بابل و صدور اعلامیه معروف به منشور کوروش است یا روز ستاره شباهنگ یا سیروس، مهم نیست. مهم این است که مردم ایران بران شدند تا یک روز نمادین را به شخصیتی اختصاص بدهند که رقیبان دیرینه ایران، حتی یعنی یونانیان، او را ستایش می‌کردند. یهودیان او را منجی نامیده و قرآن، کتاب مقدس مسلمانان جهان، او را به احترام یاد کرده است. سال هاست ساکنان فلات ایران از تاجیکستان و افغانستان تا کردستان، ترکیه و عراق همراه مردم ایران در این روزها به پاسارگاد می روند تا به شخصیتی ادای احترام کنند که نه در پی سرکوب مردم و غلبه کردن یک روایت بزرگ، بلکه مقید به گونه‌گونی مذاهب و بزرگی همه اقوام و ملت‌ها بود. این ادای دین و بازنمایی هویت ملی مبتنی بر آزادی مذاهب گویا خوشایند اقلیتی از بنیادگرایان نیفتاده که با سوء استفاده از موقعیت خود در حاکمیت حکم به ممنوعیت برگزاری حتی تورهای گردشگری در روزهای کوروش را داده بودند، حکمی که البته به دلیل مخالفت یک پارچه مردم لغو شد و مدیر سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان یکی از صادر کنندگان احکام ممنوعیت را وادار به عقب نشینی کرد. هفتم آبان روز ملی کوروش کبیر، ممنوعیت یا پذیرش فرهنگ و هویت ملی، موضوع برنامه امشب افق نو هست. در خدمت دو مهمان گرامی، دکتر مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان از تهران، و شیوا پژوهش فرد، کارشناس گردشگری از تگزاس. هر دو مهمان گرامی خوش اومدید به برنامه امشب. اجازه بدید این بار رو از تهران شروع کنیم. آقای خزعلی، یکی از مسائل اساسی که امروزه خیلی‌ها به اون انتقاد دارن این است که پاسارگاد به نوعی میشه گفت که رها شده، بدون تسهیلات و هر گونه امکانات گردشگری اونجا میشه گفت که هیچ اهمیتی هم بهش نمیدن. دلیل خاصی میتونه داشته باشه این؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک پیشاپیش روز بزرگداشت بزرگ مرد ایرانی کوروش کبیر، من فکر میکنم اینکه کم لطفی میشه به آرامگاه کوروش کبیر از جهل است. جهالت فکر میکنم نیازی به دلیل نداره. اون چیزی که دلیل راه باید باشد علم است. جهل الحمدلله قبل از علم بوده است و خواهد بود. وظیفه‌ای که ما داریم، بله، اگر بخواهیم دلیلی بیاوریم، این که روشنفکران ما کمکاری کردن، سخن نگفتن، حرف نزدن. و من تشکر میکنم که شما به هر حال پای این قضیه ایستاده اید و باید روشنگری کنیم. من از چهره های ملی و مذهبی میخواهم که این آشتی رو برقرار کنند، و به خصوص چون مقابله با کوروش مقابله به ظاهر دین مداران است، از
دینمداران میخواهم که به داد مردم برسند و از زاویه‌ای که آنها مقابله میکنند حداقل این تلاش رو کنند. اگه اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض کنم که کوروش در واقع از کجا شروع میشود و در چه کتابهایی ما میتوانیم کوروش رو بشناسیم. اینکه از عهد عتیق بوده است، از زمان دانیال نبی وقتی خوابی میبیند که یک هوش با دو شاخ بلند تمامی وحوش و وحشیها را از سر راه بر میدارد و بعد جبرئیل نازل میشود و تعبیر میکند که این پادشاهی از ماد و پارس است که میآید و عدل را گسترش میدهد و با ستمگران مبارزه میکند. بعد از او یهودیان بشارت دادند که این پادشاه بایستی بیاید و بر بابلیان مسلط شود و مظلومی رو نجات داد که اتفاق افتاد و کوروش آمد و بر بابل پیروز شد و آخرین دین الهی که یهود بود رو مأمنشون شد ایران و آمدن پناه آوردن و گذشت. در قرآن در آیات 83 الى 97 سوره کهف دقیقا از اینجا شروع میشه و یسالونه که عن ذلقرنین قل سأتلو علیه منه ذکرا. از ذلقرنین سوال میکنن مردم که او کی بوده، یعنی سوالات قبلی هم بوده. آیات این است که مکن له فی الارض، به او تمکن دادیم، همه اسباب رو فراهم کردیم. میخوام خلاصه بگم او فقط به سبب از این اسباب خوش استفاده کرد. اول به سمت غرب رفت، ستمگرانی که ظلم میکردن رو باهاشون مبارزه کرد و مظلومین رو نجات داد. بعد به سمت شرق و بعد به سمت شمال به جایی رسید که قومی تحت ستم بودن بین دو کوه، حتی اذا بلغ بین السدین. در اینجا اومد و اونها گفتن که یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. این یأجوج و مأجوج مفسد میکنن، میان ما رو اذیت میکنن، مزاحم ما میشوند. بنا شد سدی بین اونها بگذارن. بسیار خوب. اجازه بدید این پرسش های زیادی رو مطرح میکنه همین مسئله مقابله با روز کوروش بزرگ، یا نه فقط این مسئله، به طور کلی مناسبت های ملی در ایران از یک نگاه دین مدارانه هست به گفته شما، در صورتی که در مورد مشخصا کوروش در قرآن هم آیاتی اومده. برمیگردم به شما، پرسش دارم در این مولد، ولی اجازه بدید اول به تگزاس بریم. به خانم شیوا پژوهش فرد، شما کارشناس سازمان گردشگری بودید، اونجا کار کردید سالها، چه اساساً چه دیدگاهی نسبت به مثلا پاسارگاد و بزرگداشت روز کوروش وجود داره اونجا؟ دیدگاه صرفاً گردشگری هست یا مسائل دیگه هم دخیل هست که این چنین اجازه نمیدن یا بسیار کم رنگ اجازه میدن که برگزار بشه؟ اول سلام میکنم خدمت شما بیننده های برنامه‌تون، مهمان عزیزتون. راستش رو بخواید من زمانی میتونستم با این موضوع موافقت کنم که ما جاهای دیگه رسیدگی کرده بودیم، امکانات وجود داشت. مثلا من همیشه اشاره کردم مثل قلعه کلیسا، مثل کلیسای سن سباستیان، مثل قلعه بابر، مثل زیگوراتی که چوغازنبی، ما تقریبا هیچ کدوم از این امکاناتی که داریم در کشور و جاذبه محسوب میشه و بعضی از اونها ثبت جهانی شده در اطرافش امکاناتی وجود نداره که حالا بگیم مثلا چرا به کوروش و پاسارگاد پرداخته نشده. در واقع این عدم سرمایه گذاری برمیگرده به همون بحث ضعفی که ما تو صنعت توریستمون داریم. درسته حالا اگر بخوایم مقایسه کنیم، متاسفانه حرکت هایی که مثل این حرکت میتونست یه حرکت اجتماعی باشه به دلیل نگاه امنیتی که همیشه گریبانگیر سازمان های ما و سازمان های دولتی اون و مدیران اون بوده، تبدیل به یه حرکت سیاسی شده بیشتر از اینکه یه حرکت اجتماعی باشه و به همین دلیل حساسیت های بیشتری رو برانگیخته. ولی واقعیت اینه که ما در جاهای دیگه هم امکانات خاصی رو نداریم. حالا کوروش یه مقدار بیشتر بحث ناسیونالیستی باش در واقع ترکیب شده و حساسیت رو بیشتر برانگیخته و الا خب قبل از این هم همین برخوردها رو ما در مورد قلعه بابر داشتیم. شما خاطرتون نمیدونم هست یا نه، از سال 79 عده زیادی جمع شدن و خواستن که روز بزرگداشت بابک رو، بابک خرمدین رو که حالا بحث مذهبی هم درش حاکم هستش، اون کسی بوده که هم تمامیت ارضی رو در واقع مطرح کرده و خواسته و تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه و میتونست خیلی برای ایران و
در واقع حکومت مفید باشه باهاش برخورد قهرآمیز شد. سال 81-82 به اوج خودش رسید، مردم های افراد زیادی به اونجا مانه و سرکوب به حدی رسید که سال 85 کاملا دیگه این گرد همایی ها تعطیل شد. درست از اون به بعد میشه گفتش که مردم یه جوری حرکت کردن، از قلعه بابک اومدن این حرکت ناصرالدین به سمت پاسارگاد کشوندن که متاسفانه چند مورد ما داشتیم. مثلا شما اگه خاطرتون باشه سال 89 بود دیگه، منشور کوروش ایران بود، همون روز موزه ملی حتی تعطیل شد به دنبال اون. سال در واقع 93 از ورود گردشگران خارجی به پاسارگاد به مدت دو روز، هفتم تا نهم جلوگیری شد. بله. امسال من این اطلاعیه رو دیدم. دلیل اینه که من ورود کردم به این بحث گردشگری به خاطر این همین نامه‌ای بودش که از طرف آقای فریدون الله‌یاری توی شبکه‌های در واقع مجازی پخش شد که در واقع گفته بودن که فاقد وجاهت قانونی هست اگر بخواید توری رو برگزار بکنید. این که این سندیت داره، حقیقت داره، حالا تکذیب شده ایشون به دلیل مخالفت کرده یا اصلا کلا چنین نامه‌ای وجود نداشته، جای بحث داره علاوه این موضوع. بسیار خوب. آقای خزلی، شما گفتید مقابله یه دینمدارانه وجود داره در مقابل مثلا روز کوروش بزرگ، در صورتی که در قرآن خود شما مطرح کردید که این مسئله اومده به وضوح از پادشاه ذوالقرنین صحبت شده. حالا پرسشی که پیش میاد این هست که خب پس نگرانی حکومتی ها در ایران از چی هست؟ چرا اجازه نمیدن که مردم خودشون که میخوان مثلا در روز کوروش بزرگ تجمع بکنن اونجا و به پاسداشت حالا بخشی از تاریخ ایران باستان اونجا دور هم جمع بشن، چرا دولت اجازه نمیده؟ چرا هیچ آسانکاری نه تنها صورت نمیگیره بلکه خیلی هم ممانعت میشه؟ ترس از چی هست؟ داشتم عرض میکردم کلام ابتر بود، چون اونها میترسن یک حرکت ناسیونالیستی در برابر حکومت دینی بایستد. من داشتم از آیات استناد میکردم که متوقف شد. اجازه بدین بستم و تموم کنم، همه اینها جواب داده میشه. بله بفرمایید. البته من که پوزش میخوام از اینکه میام وسط صحبت ها، به این دلیل است که چون فرصتی برنامه 4 دقیقه است کمه، سعی بکنید اگر در این فاصله صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید. فقط آیات فقط تیکه که میگم، به هر حال در شمال در رفت اونجا و اونها گفتن سدی بساز. او گفت چیز به آتونی دوباره الحدید، برید آهن مضاف و بعد مس هم بر او افزود و یک دیواری ساخت که بین اون آهن و مس ریخت که نتونن سوراخش کنن و اون قوم متجاوز نفوذ نکنه. الان در کوههای قفقاز نزدیک تفلیس در تنگه داریال ببینیم این سد وجود داره و در اون منطقه وقتی سوال می‌کنن این سد نامش چیه میگن کوروش. این بحث این است که اونهایی که تشکیک میکنن که آیا ذوالقرنین همون کوروش است، بگوییم قطعاً کوروش است. برای این کلام از هند اگه بخوایم مثال بگیم، مولانا ابوالکلام که در واقع وزیر فرهنگ گاندی بود بر این اذعان دارد. اگر از عرب ها بخوایم مثال بیاریم، عبدالمنعم النمر، او هم وزیر اوقاف مصر بود، او هم بر این اذعان دارد. اگر از مفسرین خودمون بخوام بیاریم، صاحب تفسیر کبیر المیزان علامه طباطبایی، تفسیر نمونه آیه مکارم شیرازی و تفاسیر زیادی وجود دارد که ذوالقرنین همان کوروش است. حالا من بحثم اینه، تا اینجای کار اگر کوروش است و در آیات میانی خداوند با او سخن میگوید و او پاسخ خدا را میدهد، طبیعتا کسی که دارد با خدا سخن میگوید نبی و پیامبر است. من تعبیرم این بود که بحث این همه امامزاده ای که معلوم نیست نسبشون کجاست رو شما تکریم میکنید، اما کوروشی که قطعا طبق نص قرآن پیامبر است رو چرا متروک گذاشتی؟ مردم باید به زیارت این نبی بروند و از او بخواهند که برای این فرزندانش از خدا برکت بخواهد و دروغ از این مملکت برود. ادامه کار را بخوام بحث کنم، بحث این است که او حتی بله جد در واقع قریش معرب کوروش است که شده کویرش و قریش و پیامبر ما از نسل کوروش است و امام حسینی که امروز شما این همه به حمد الله تکریم میشد در این مملکت از نسل کوروش است. من میخوام از مردم بخواهم امسال هفته آبان با آداب زیارت یک مرد الهی به اونجا بروند
در اونجا بایستی وادی است که باید کفش ها رو درآورید، ادب کنید که موسی به طور رفت، آیه نازل شد فخلع عن علیک انک بالواد المقدس طوا، در اونجا ادب کنید، در محضر کوروش کبیر به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک مصلح که بزرگترین تمدن بشری رو پایه‌گذاری کرده تکریم کنید و وظیفه دولت است. این بخشنامه‌ای که آمد واقعا شرمندگی است برای دولت روحانی. من معتقدم اگر روحانی می‌خواهد برای رأی خودش هم اگر می‌خواهد کاری کند، او هم هفته آبان یک سری به زیارت کوروشی که بر همه حق دارد سری اونجا بزند و زیارت کند. بسیار خوب. با خانم پژوهش فرد، آقای خزعلی به موضوع مهمی اشاره کردند، مثلا همین مسئله امامزاده ها در قبل از انقلاب تا حالا دست کم به 2.5 برابر افزایش پیدا کرده، میلیون ها دلار صرف شده، نه در ایران، در عراق، در سوریه، در کشورهای مختلف هم این مخارج صرف میشه. برای گردشگری خود ایران، این مثلا پاسارگاد که یک نماد هویت ملی ایرانیان هست، در سازمان گردشگری ایران هیچ مثلا درخواستی نشده که بودجه‌ای به اینها اختصاص داده بشه که بتونن مرمت کنن یا امکانات گردشگری اونها رو گسترش بدن؟ یعنی هیچ یا اعتراضی نشده اونجا؟ ببینید چرا؟ اون زمانی که کانون ملی بحث مناطق نمونه گردشگری مطرح شد، تمامی این مناطق بدون استثناء، حالا پاسارگاد یکیش، تخت جمشید، گفتم زیگورات و هزاران نوع دیگه‌ای که ما تو ایران داریم، در واقع نشانه گذاری شد محیط اطرافشون به مساحتی که باید در مورد مناطق نمونه گردشگری پرداخته میشد، همه اینها نقشه هاش کشیده شد، پلنش ریخته شد، همه اینها هم شما میتونید توی سازمان در واقع تو مسئله پلنی که برای طرح گردشگری ایران ریخته شده ببینید. ولی اینکه این از حرف یا از در واقع تحقیق به عمل در بیاد، مسلماً نیاز به سرمایه گذاری داره. ببینید بین توریست و صنعت توریست ما تفاوت قائل میشیم. همه اینهایی که میرن اونجا به عنوان توریست مطرح میشن، چون اون تعریف از حداقل یک شب حد اکثر یک سال رو شاملشون میشه، خب اینا توریست هستن. ولی اینکه اینها جذب سرمایه صورت بگیره و اینجا سرمایه گذاری بشه و برای رفاه این افراد کاری صورت بگیره، که شما میدونید نزدیکترین اقامتگاه به پاسارگاد 70 کیلومتر فاصله داره و شما باید مردش برید برای اقامت داشته باشید اونجا، این اتفاق نیفتاده، نه در مورد کوروش نه در مورد. و من متاسفانه میخوام این نکته رو اشاره کنم که این گونه تقدس ایجاد کردن ها خطرناکتر از هر چیزیه برای صنعت گردشگری ما. یعنی اگر ما بخوایم این گونه عنوان کنیم، حالا بدعت گذاری من اسمشو میذارم، که بگیم پیامبرگونه با این فرد در واقع برخورد بشه، خود این بیشتر از این مسئله در واقع فیدبک منفی تری خواهد داشت در بین دولت مردان و اونها رو در واقع یه قدم به عقب میکشونه. من الان با یکی از دوستانم صحبت میکردم تو ایران که تور لیدر هستن، گفتن که نه امسال حتی خود دولت از ما دعوت کرد که برنامه ای رو داشته باشیم. اونها عقب نشینی رو کردن. اگر ما بخوایم بیشتر از این حد، یعنی این گونه صحبت ها رو بخوایم بهش پرابال بدیم، من فکر میکنم برای صنعت گردشگریمون و برای جمع شدن اونجا خطرناکتر خواهد بود. اگر این رو بیایم از حالت سیاسی خارجش کنیم و اجازه بدیم که یه مقدار تعطیف‌تر بشه و در واقع توجیه بشه این مسئله که این یه حرکت اجتماعیه و مردم نیاز به یک نماد اجتماعی، یا به قول معروف بهش میگن قزوندت، reason of being، دلیل بودن کنار همدیگه. ما دنبال اون دلیل بودن کنار همدیگه ایم. این گونه مکان‌ها این دلیل رو به مردم ایران میده در واقع. اگر بخوایم اینها رو به مقدس، اگر قرار بود مقدس بشه، کوروش نمی گفتش که منو خاک کنید که جسدم تبدیل به خاک ایران بشه، و الا اون رو هم ممیز می‌کردن و جای این رو داشتش که این اتفاقا بیفته. نخواست این اتفاق بیفته و نخواهیم، نه نذاریم این اتفاق بیفته. به نظر من بسیار خوب. سپاسگزارم از هر دو میهمان گرامی، دکتر مهدی خزعلی از تهران و خانم شیوا پژوهش‌فرد از تگزاس. اجازه بدید سری به فیسبوک افق نو بزنیم. در فیسبوک این پرسش رو مطرح کردیم که آیا آیین بزرگداشت کوروش کبیر در 7 آبان به نماد هویت ملی ایرانیان و ادای احترام به نخستین منشور آزادی‌های مدنی در جهان باید توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شود؟
90% کاربران همچنان که میبینید پاسخ آری بله دادند و 10% هم خیر. و اما دیدگاه کاربران شبکه اجتماعی درباره روز ملی کوروش کبیر یعنی دو روز دیگه، سپنتا صالحی گفته شرکت در این مراسم نه تنها بزرگداشتی از طرف نوادگان این ابرمرد است، بلکه یک نه بزرگ به فاشیسم مذهبی، عزا و مرده پرستی است. محمد حسین صالحی گفته حتی نام کوروش کبیر در انجیل به نیکی برده شده، او افتخار تاریخ بشریت است، چنانچه ایرانیان قدر ندانند توهین به شعور آنهاست. حسین محمدی هم اظهار نظر کرده نمادسازی ملی از کوروش بزرگ گرچه میتواند تا اندازه‌ای به ترمیم گسلهای قومی و انسجام هویت ملی کمک کند، شوربختانه در تعارض ذاتی با مبانی نظریه حکومت دین سالار کنونی است. فراموش نکنیم در آغاز انقلاب نیز گفته میشد ملیگرایی از کفر هم بدتر است. پیروز نیا نوشته درک معنا، پیام و ارزش‌های به جا مانده از کوروش بزرگ بنیانگذار ایران هر روز از روز پیش فراگیرتر می‌گردد. رویا ایرانی گفته رژیم جمهوری اسلامی مظاهر ملی را پذیرا نیست، هویت ایرانی را تاریخ پیدایش اسلام در ایران می‌داند. پرهام ملکزاده هم اظهار نظر کرده که این جماعت هر چیزی را که احساس کنند رقیب جدی برای شیعه و شیعه گری است از بیخ و بن میزنند. شما هم میتونید سری به فیسبوک افق نو بزنید و اظهار نظر کنید و این بحث رو در فیسبوک ادامه بدید. از اینکه همراه برنامه امشب افق نو بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر بدرود، همراه با بهترین شاد باشم. پوشش مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از صدای آمریکا، عصر سه‌شنبه 8 نوامبر به وقت واشنگتن، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه به دقت تهران. فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا.